الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا و مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين أستغفر الله ربي وأتوب إليه و ما نقصه فلا زکات فیه و ما زاده فیه و ما زاده فیه الزکاتو ولو قل موضوع بحث ما زکات قلات اربعه هست که عبارتا از گندوم و جو و خورما و کشمیش در درس قبلی در ارتباط با نصاب این چهار تا غلات با شما مفصل صحبت کردیم و اوزان و مقادیر و اکیالی که در روایات و اصطلاحات فقهی وارد شده است مفصل به محضر شما عزیزان توضیح داده شد اجمالا گفتیم که استظهار فقهای امروز هم متاسفانه در این مسئله بر اساس کلو که امروز رایج هست اختلافی هست و قول رایج همون حدود 840 7 کیلو هست در واقع 847 کیلو ارز کردم مختار رایج فقهای عظام در عصر ماست که اکثریت مراجع اون را اختیار کرده اند البته آرای دیگری داشتیم کمتر از این و آرای داشتیم هم حتی و بالای هزار کیلو در هر صورت در ادامه اون بحث مرحوم محققه هل رضوان الله علیه می و ما نقصه فلا زکات فیه آنچه که کمتر باشد از نصاب پس در اون زکات تعلق نمیگیرد. به عبارت دیگر اگر گندوم کسی جوی کسی کمتر از 847 کیلو باشد هرچند بقیه شرایط در اون فراهم باشد زکات در همچمالی تعلق نمیگیرد و واجب نیست در این خصوص در ابواب زکات الغلات باب یک چندین روایت داریم اون روایات به سراحت بر این نکته دلالت دارند و بعض اون روایات را در درس قبلی هم یادآوری کردیم اما و ما اما اگر از نصاب گذشت اگر بیشتر از نصاب شد فیه زکاتو در اون مازاد زکات تعلق میگیرد ولو قل هرچند اون مازاد کم باشد به عبارتی عبارت دیگر ما در غلات اربعه فقط یک نصاب را داریم همین که این نصاب محقق شد بیشتر از این فرق نمی کند ده کیلو اضافه بشود یک کیلو اضافه بشود نصف کیلو هم اگر اضافه بشود زکات تعلق خواهد گرفت در این خصوص و ما زاد فیه زکات ولو قله معنای عبارت همان است که توضیح دادم که هیچ گونه عفوی دیگر در کار نیست در حالی که در بقیه اموال زکاتی معمولا بین دو تا نصاب فاصله بودند مثلا نصاب چهارم میشه تور بیستا نصاب پنجم بیست و پنج تا بودن از بیست و یک تا بیست و چهار مورد عفو قرار می گرفت. اما در غلات اربعه تا رسیدن به حد نصاب که 847 کیلو باشد مورد عفو هستیم همین که به حد نصاب رسید بیشتر از اون هیچ گونه عفوی در کار نیست اگر نصف کیلو هم از نصاب بگذرد بازم باید زکات اون را پرداخت کرد در این خصوص مرحوم صاحب مدارک رضوان الله علی یعنی این که اگر از نصاب گذشت هرچند اندک باشد بازم زکات دارد در مداریک در زیل این عبارت ادعای لا خلاف فیه دارد یعنی این که میان فقه ها که انه اتفاق نظر هست و اختلاف چندانی دیده نمی شود خب این تمام بحث راجع به نصاب و توضیحات مربوط به نصاب نکته مهم دیگری که اینجا اشون یاداوری میکند این است که در باب زکات غلات اربعه یک وقت وجوب تعلق زکات داریم یک وقت وجوب پرداخت زکات را داریم و این دو زمان با هم تفاوت دارند ممکن است گاهی حتی چند ماه تفاوت داشته باشد به با عبارت دیگر ممکن است وقت تعلق وجوب زکات در غلات اربعه مثلا ماه محرم باشد در حالی که وقت وجوب پرداخت ممکن است در ماه سفر باشد و این مسئله بسیار مهم هست که نباید قاطع بشود و خودش برای خودش آثار فقهی دارد لزام فرماید والحد الذي تتعلق به الزکات یعنی وقتی وجوب وقت وجوب تعلق زکات چه زمان است در غلات اربعه که این هم اختلافی هست میان فقها مرهوم مصنف رضوان الله علیه دو تا قول را اینجا نقل میکند لزام فرماید که والحد الذي تتعلق به الزکات اون زمانی که تعلق میگیرد به اون زمان زکات من الاجناس در این اجناس چهارگانه و غلات اربعه قول اول این هست که ان یسمو حنتتن این که نامیده بشود در نزد عرف گندوم یا جو یا خرما یا کشمش به عبارت دیگر باید اینجا عنوان صدق بکند این نظر نظر مرحوم مصنف یعنی صاحب شرایع هست و ایشون این نظر را نه تنها فقط در این کتاب خودش بلکه در دو کتاب دیگر فقهیش هم اختیار کرده است و بر این نظر اصرار دارد بنابراین این که میگوی مرز کنم در گندوم و در جو و در خورما و کشمش زکاد هست همان طور که مستحضر هستید فرایند رشد این گیاهان تدریجی هست لذایشون میفرماید هر زمانی که از نظر عرفی به مرحله رسید دانه های گندوم، دانه های جو، دانه های خورما به مرحله رشد کرد که اهل عرف و اهل خبره گفتن این خورما هست، این گندوم هست، این جو هست همین لحظه وقت وجوب تعلق زکات هست یعنی اینجا عرض کنم وجوب زکات فعلی شده است اما وجوب پرداخت و زمانش کی هست اون را انشالله در مسئله آینده خواهیم خوان این نظر اول است که مرحوم مصنف اینجا آورده است اما عرض کنم خدمت با سعادت شما قول دیگر را هم داریم که در ادامه توضیح خواهم داد بنابراین نظر اول این است که وقتی وجوب تعلق زکات اون زمان است که صدق عرفی بکند صدق عنوان داشته باشیم ان یسم محنتتن او شعیرن او تمرن او زبیبن این قول اول در مسئله هست قول دوم وقیلت که همین قول دوم را در واقع بعض ادعای شهرت در بارش و وقیل بل اذا احمر ثمر النخل این قول زمان وجوب را یک مقدار به عقب برمیگرداند میگوید ما منتظر نمیمانیم که صدق عنوان بکند حتما عرف بگوید این گندوم هست این خرما هست این کشمش هست مثلا بلکه وقیل قول دوم که ظاهرا قول مشهور هم باید همین باشد بل اذا احمر بلکه زمان تعلق وجوب در این اجناس اون زمانی است که قرمز بشود میوه خورما او اسفر یا زرد بشود همین که ارز کنم میوه خورما بر درختش ظاهر شد رشدش به مرحله رسید که یا قرمز شد یا زرد دیگر از نظر عرفی صدق بکند یا نکند ارز کنم خدمت با سعادت شما زمان تعلق وجوب هست این در ارتباط با خورما او انعقد الحسریم یا اینکه منعقد بشود عرض کنم خدمت با سعادت شما غوره انگور در واقع حسریم همون غوره انگور را یا میوه نارس را میگویند هر زمانی که عرض کنم خدمت با سعادت شما میوه انگور به مرحله برسد که تبدیل به غوره باشد و در واقع ارس کنم خدمت با سعادت شما کاملا میوه ها آشکار شده باشد اون زمان عرض کنم خدمت با سعادت شما وقتی تعلق وجوب هست لذا تعبیری که در روایت داریم الحسوب و ازشتدد الحبوب و ازشتدد یعنی عرض کنم وقت تعلق وجوب به میوه ها در دانه ها زمان است که صفت بشوند به اصطلاح از سمار و اضابد سلاح ها سلاح ها و در میوه ها اون زمان عرض کنم خدمت با سعادت شما وجوب زکات تعلق می گیرد که میوه قابلیت پایداری و ماندن را پیدا کرده باشد همون حالت ارز کنم خدمت با سعادت شما سرخ شدن و زرد شدن خورماکی که توضیح دادیم به عبارت دیگر میوه به مرحله برسد که از نظر عرفی قابل پیش بینی باشد تا حدود اطمینان و حاصل بشود که انشاءالله این میوه به سر منزل مقصود خواهد رسید کمیتش هم تا حدود معلوم شده است اهل خبرا میفهمند چه مقدار خوشه انگور داریم چی مقدار خرما داریم چی مقدار گندوم هست و چه مقدار جو وجود دارد لذا بر اساس این نظر ما نیازمند صدق عرفی نیستیم تا هنوز غوره هست ولی اهل عرف میتوانند حساب بکنند عرض کنم خدمت با سعادت شما تا هنوز خرمای کامل نشده است تازه قرمز رنگ شده است یا زرد رنگ شده است همین لحظه لحظه یک تعلق وجوب زکات هست و قیل بل اذا احمر ثمر النخل او اصفر یا ارز کنم خدمت با سعادت شما زرد بشود او ان عقد الحسرم یا اینکه منعقد بشود خود اون ارز کنم غوره انگور و تا هنوز به صورت نارس باشد که مرحوم مصنف می فرماید و اشبه قول اول اشبه به اصول مذهب هست ارز کردم ایشون در میان این دو تا قول قول اول را تقویت میکند نه تنها در شرائع بلکه در معتبر خودش و در کتاب دیگر خودش هم همین رأی را پسندیده است در هر صورت آنچه که به دست آمد این است که زمان تعلق وجوب زکات مقدم بر زمان پرداخت زکات هست زمان پرداخت را یا وقت اخراج زکات را خدمت شما حالا توضیح میدهم و این زمان تعلق وجوب زکات خودش سمره دارد بدون سمره نیست اولا ارز کنم همچنانی که انشاءالله خواهیم گفت همین که وجوب زکات فعلی شد یعنی بر اساس قول مرحوم مصنف سید عرفی پیدا کرد یا بر اساس قول دیگر درخت خورما مثلا و اش زرد و قرمز شد ولو اینکه نرسیده باشد در این لحظه امکان مطالبه زکات هست عامل زکات اونی که از طرف ما معصوم هست حق دارد که زکات را از مالک مطالبه بکند در حالی که قبل از این مرحله امکان مطالبه زکات نیست چون وجوبی در کار نیست این اولین سمره هست که می توان زکات را مطالبه کرد بعد از آنی که میوه در مرحله ارز کنم خدمت با شما بدوی صلاح رسید بعد از آنی که تبدیل به غوره شد بعد از آنی که خورما مثلا ارز کنم خدمت با سعادت شما قرمیز یا زرد شد سمره دیگر این است که اگر در این مرحله رسیدیم یعنی در مرحله تعلق وجوب زکات بودیم اگر مال مالکیتش جابجا شد به این معنا که مالک اول انگور یا خرما یا گندم جوش را به کسی دیگر فروخت اگر این انتقال مالکیت و خرید و فروش قبل از تعلق زکات باشد قبل از تعلق وجوب زکات باشد اینجا به صورت طبیعی وجوب زکات فی ما بعد بر عهده مشتری هست چون زمان تعلق زکات زمانی است که مشتری مالک مال شده است اما اگر خرید و فروش ما قبل از این مرحله باشد امروز خرید و فروش شد انگورها خرما ارز کنم جو و گندوم به ملکیت مشتری درآمد یک هفته بعد تازه خرما شد قرمز یا خرما شد زرد رنگ و مرحله تعلق وجوب زکات شد در این صورت ارز کنم خدمت با سعادت شما با توجه به اینکه ارز کنم خدمت با سعادت شما خرید و فروش قبل از این مرحله بوده است پس در نتیجه وجوب زکات بر عهده مشتری است اما اگر همزمان با این مرحله باشد یا بعد از این مرحله باشد خب زکات بر عهده مالک اول هست بر عهده بایع هست یعنی او هست که باید زکات این خرما و جو گندم غلات اربعه را پرداخت بکند بنابراین این مهمش این هست که اگر بعد از وقت وجوب باشد انتقال زکات بر عهده مالک اول هست اگر قبل از وقت وجوب زکات انتقال صورت بگیرد قبل از وجوب زکات زکات به صورت طبعی برای مشتری خواهد بود این سمره دوم هست اینجا لذا ارز کنم خدمت با سعادت شما این زمان تعلق زکات یا وجوب زکات ارز کنم از جهت زمانی زمانش بسیار مهم و اثرگذار هست بحث بعدی که اینجا مطرح می شود و وقت الاخراج فی الغله چه زمانی ارز کنم خدمت با سعادت شما باید زکات را خارج بکنیم این هم مسئله بسیار مهم است مهم هست که در چه زمانی عرض کنم وجوب زکات فعلی می شود در این خصوص عرض کنم خدمت با سعادت شما وقت اخراج هم بازم خودش اثر دارد و عرض کنم خدمت با سعادت شما اثر اصلیش این هست که در خصوص وقت اخراج بعد از آنی که وقت اخراج رسید اگر مالک زکات را به تاخیر انداخت پرداخت زکات را به عاملش نداد یا به مستحقین و اربابش نداد و خدای نکرده تلف شد اینجا اوزامین هست و عرض کنم خدمت باسعادت شما تقصیر صدق میکند و باید از مال خودش مال زکات را جبران بکند استقرار زمان از این لحظه به بعد بر عهده مالک هست قبل از اون زمان در کار نبودن چون مالک مجال داشت و تا هنوز وقت پرداخت نرسیده بود مثل ده است که ارز کنم تاریخ معینی داشته باشد که در اون تاریخ معین پرداخت دین وجوبش فعلی می شود زمه ما را میگیرد گیرد تمامی تمام توان را باید به با کار بگیریم که اون دین خود را پرداخت بکنیم لذا می فرماید و وقت الاخراج فی الغلته و وقت خارج نمودن زکات در غله اون زمان است که عرض کنم خدمت با سعادت شما اذا صفت هر زمانی که تصفیه بشود یعنی گندوم و جو را هر که که کاهش جدا کردیم و کاملا تصفیه کردیم کاه یک طرف قرار گرفت گندوم و جو در طرف دیگر قرار گرفت همین زمان وقت اخراج هست خب این میبینیم که این مرحله بسیار عرض کنم خدمت با سعادت شما بعد از اون مرحله است که از نظر عرفی گندم و, و سیدخ بکنن بالاخره اهل فن و اونهایی که اهل زراعت هستن میدانن گندم و, و اول به بس صورت بسیار گاه ساده بالا میان کم کم عرض کنم خوشه ها ظاهر می شود کم کم این خوشه ها در ملحله رسیدن میرسد و کم کم کام کاملا پخته می شود بعد باید درو بکنیم بعد از درو کردن هست که تازه مرحله ارز کنم کوبیدن هست که باید در واقع کاه را از خود دانه ها جدا کرد تازه بعد از جدا کردن نوبت به وقت اخراج میرسه لذا فرماید و وقت الاخراج فی الغلت اذا سفت اون زمانی است که ارز کنم خدمت با سعادت شما صاف بشود و جدا بشود از کاهش و اما و فی تمره بعد اختراف وقت وجوب اخراج زکات در خرما بعد از اختراف اختراف به معنای چیدن هست اینجا کنهو این اصطلاح مخصوص خود خرما هست خرما و بادام و سب و بسیار از میوه های دیگر را باید از درختان شید و عرض کنم خدمت با سعادت شما آماده نیست همینطوری لذا هر زمانی که خورما به مرحله رسید که آماده چیدن شد که معمولا باید کاملا برسد تا بتوانیم بچینیم همین که شروع بچیدن کردیم اون زمان هم وقت وجوب اخراج هست در واقع میوه کاملا رسیده است به صورت طبیعی قبل از اون ارز اگر ما زکات را پرداخت بکنیم این به ضرر ارباب زکات هست باید میوه کاملا برسد قابل استفاده باشد کیفیت مناسب خود را داشته باشد تا بتوانیم به ارباب زکات که فقرا و مساکین اینها باشند برسانیم و در خرما بعد از چیدن خرما هست که وقت وجوب اخراج زکات هست و فی زبیب بعد اقتطافه در کشمش بازم بعد از اقتطاف یعنی چیدن اون کشمش هست در واقع اینجا زبیب همون عرض کنم خدمت با سعادت شما انگور هست هر زمانی که انگور به مرحله رسید اون مقدار پخته شد که می توانیم حالا خوشه هایش را بچینیم همون زمان باز وقت اخراج هست باز عرض کردم خورما برای اینکه به مرحله چیدن برسد یا انگور برای اینکه به مرحله چیدن برسد بسیار ارز کنم زمان میبرد مگر در مناطق بسیار گرم که ممکن است این زمان کمتر باشد یا خود بشر دستکاری بکند امروزه در اثر پیشرفت علم و الا عادتا خصوصا در زراعت های قدیم انگور وقتی خوشش ظاهر می شود گاهی در مناطق سرسر دو ماه سه ماه زمان میبرد تا این انگور کلا تبدیل به انگور رسیده بشود و بتوانیم خوشعش را جدا بکنیم و به بهره برداری برسانیم لذا زمانی وجوب این زمان هست و این هم ارز کنم خدمت با سعادت شما همشنانی که کردم اثر دارد و بسیار مهم هست لذا می که و فی بعد اخترافه و عرض کنم خدمت با سعادت شما و فی زبیبه بعد اقتطافه هر زمانی که انگور را از درختش جدا کردیم عرض کنم خدمت با سعادت شما اون زمان است که باید زکاتش را پرداخت بکنیم و وقتی عرض کنم خدمت با سعادت شما زکاتش هست نکته مهم دیگر این هست که در ارتباط با زکات اون زمانی که وجوب زکات فعلی می شود با همون توضیحی که عرض کردم یک وقتی تعلق وجوب زکات هست یک وقتی عرض کنم وجوب اخراج زکات هست وقتی وجوب زکات فعلی شد که دو تا قول در مسئله داشتیم از نظر مصنف باید صدق عرفی در کار باشد هر زمانی که اهل عرف گفت این فعلا گندم هست این جو هست این خرما هست این کشمش هست خب اگر به همون مرحله رسید مالک می تواند ارز کنم خدمت با سعادت شما زکات را پرداخت بکند چون وجوبش فعلی شده است لذا می تواند تخمین بزند البته با استفاده از کارشناسان مربوطه اون مقداری که زکات گندومش یا جو یا خورما هست به دست آورد و در واقع قبل از زمانی وجوب اخراج پیش پرداخت بکند این حق را دارد و این کار کار درست است ولی ولی زکات ارز کنم امام معصوم یا عاملش یا فقرا حق ندارن که قبل از زمانی وجوب اخراج مالک را مجبور بکنن چون ارز کردم زمانی وجوب اخراج بعدن هست اون زمانی که کلا گندم و جو راستگاه جدا کردیم حتی اگر مطالبه هم بکند یعنی خود فقیر آمد گفت همین حالا برای من زکات را بدهید واجب نیست که حرف او را قبول بکنیم ولی میتواند اگر خود مالک خواست زکات را پرداخت بکند نکته مهم این که اگر یک کسی قبل از زمان وجوب اخراج و بعد از وجوب تعلق زکات آمد زکات را پرداخت کرد آیا بر فقیر و مسکین یا بر عامل زکات قبض کردن واجب هست یعنی حتما بپذیرد یا میتواند بگوید صبر بکنید هر زمانی که وقتی اخراجش رسید مایی و کاملا رسید اون زمان است که ما زکات را میگیریم اینجا عرض کنم احتمالات مطرح شدن بعضی ها فرمودن یا احتمال دادن که قبض واجب هست بعضی ها فرمودن عرض کنم قبض واجب نیست شاید بهترین را مراعات مسلحت باشد مراعات لحاظ بیت المال باشد گاه ممکن است یک مورد مصرف فوری داشته باشیم یک بیمار هست جانش در خطر است یک مورد خاصی داریم یک فقیر محترم است که آبرویش در خطر است خب در این موارد به صورت طبیعی اگر اون فقیر یا ارز عامل امام معصوم قبض بکنه و به مصرف برساند بسیار بهتر هست ولی گاه عجله در کار نیست شرایط هم شرایط عادی هست اینجا مسلحت بیت المال این است که باید صبر بکنیم تا میوه کاملا برسد تا ارز کنم جو و گندوم کلا از کاهش جدا بشود تا بیشتر به نفع فقرا باشد و مال کامل تر را در اختیار اونها قرار بدهیم لذا ارز کنم خدمت با سعادت شما این هم یک نکته ای بودن که اینجا باید مطرح می شود و وقت الاخراج فی الغلت اذا صفت و فی التمره بعد اخترافه و عرض کنم خدمت با صاد شما و فی الزبیبه بعد اقتطافه بعد از آن است که انگور را توانیم بچینیم معنایش این است که از این مرحله دیگر ما حق تأخیر نداریم و اگر تأخیر بکنیم خود ما زامین خواهیم بود در ارتباط با این مسئله یعنی در ارتباط با نصاب چند تا حکم دیگر هم در ادامه مرحوم مصنف رضوان الله علیه محقق هلی مطرح فرموده است دوست داشتم که اون مسائل رو هم مطرح بکنم ظاهرا وقتی ما به اتمام رسیده است به همین مقدار اکتفا میکنیم در پایان از همه بینندگان شنوندگان عزیز که احیانا از این برنامه استفاده میکنن و از سایر برنامه ها و دروس برای خود و برای همه بانیان و کسانی که برای تولید این برنامه ها زحمت میکشند همیشه التماس دعای خیر را خواهانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته